خاطرات یک گیشا، نوشته آرتور گلده، فصل 14. شنیدم که میگویند هفته‌ای که در آن دختری آماده معرفی به عنوان گیشای کارآموز می‌شود، مانند کرم در پیله است که پروانه می‌شود. تجسم قشنگی است، اما نمی‌توانم تصور کنم کسی در مورد زندگی چنین فکر کند. کرم فقط باید پیله‌اش را بتابد و مدتی در آن بخوابد. در حالی که در این مورد من مطمئنم که هرگز هفته ای این چنین خسته کننده نگذرانده بودم. اولین قدم درست کردن موهایم به مدل گیشای کارآموز هلوی 2.5 بود که قبلا اشاره کردم. تعداد آرایشگرها در آن روزها در گیان زیاد بود. آرایشگر مامه ها در اتاقی ترسناک و شلوغ در بالای رستورانی مخصوص فروش مارماهی کار میکرد. مجبور بودم با 6 یا 8 گیشای دیگر در اینجا و آنجا، حتی در پارگرد پلکان 2 زانو در انتظار نوبت بنشینم. و متاسفم که بگویم، بوی موهای کثیف واقعا غیر قابل تحمل بود. تجملات درست کردن سر گیشاها در آن موقع چنان پر زحمت و پر هزینه بود که کسی بیش از هفته یک بار یا در این حدود به آرایشگاه نمی رفت. در پایان هفته حتی عطری که به موهایشان می زدند چندان کمک نمی رسان. وقتی سرانجام نوبت من رسید، اولین کاری که آرایشگر کرد مرا 2 زانو پشت 1 لگن بزرگ به صورتی نشاند که فکر کردم شاید می خواهد سرم را ببرد. بعد 1 سطل آب گرم روی سرم ریخت و با صابون شروع به چنگ زدن موهایم کرد. در واقع چنگ زدن کلمه چندان رساننده نیست، چون کاری که او با انگشت‌هایش روی کف سرم انجام داد بیشتر شبیه کاری بود که کارگرها در مزرعه با بیل انجام می‌دهند. اکنون که به آن فکر می‌کنم علتش را می‌فهمم. بزرگترین مشکل گیشاها شوره سر بود و کمتر چیزی به اندازه آن سبب می‌شد که موی سر زشت و کثیف به نظر بیاید. شاید که آرایشگر واقعا قصد محبت داشت، اما چیزی نگذشته پوست سرم چنان حساس شد که از درد به گریه افتادم. سرانجام گفت: گریه کن، اگر دلت میخواهد گریه کن. فکر میکنی برای چه تو رو پشت لگن نشاندم؟ گمان میکنم این حرف به نظرش شوخی بامزده آمد، چون قاه قاه خندی. بعد از اینکه به اندازه کافی با ناخونهایش سرم را خراش داد، مرا جلوی خود روی زمین نشاند و با 1 شانه چوبی چنان به جان موهایم افتاد که عضلات گردنم از شدت کشیدگی بی‌حس شدند. سرانجام رضایت داد که گره موهایم باز شده است. آنگاه با شانه ای آغشته به روغن کامیلا سرم را شانه کرد که به مویم برق قشنگی داد. نرم نرم داشت خیالم آسوده می شد که سخت‌ترین قسمت آن به پایان رسیده، که جعبه پارافین را جلو کشید. باید به شما بگویم که حتی با وجود استفاده از روغن کامیلا برای نرم کردن مو و گذاشتن اتو برای نرم کردن پارافین، مو و پارافین برای هم ساخته نشدند. این بیان کننده خیلی چیز هاست. اینکه ما انسان‌ها به چه میزان از تمدنی رسیده ایم که دختری جوان با میل خود می‌نشیند و اجازه می‌دهد مردی بزرگسال با پارافین به سرش شانه بکشد و خود جز نالیدن کاری نمی‌کند. اگر با سگ این کار را بکنید، چنان گازتان می‌گیرد که می‌توانید استخوان دستتان را ببینید. وقتی که موهایم آغشته به پارافین نرم شد، آرایشگر موی جلوی سرم را عقب برد و دسته کرد و شبیه یک بالشتک بزرگ روی سرم گره زد. این بالشتک در پشت چاکی داشت، مثل اینکه به 2.5 شده است. به همین دلیل به آن هلوی 2.5 میگویند. هنگام بازگشت به اوکیا، برایم اصلا مهم نبود که کف بینوای سرم احساسی چون گل سفالگری بعد از خط کشیدن سفالگر با قلم تیز بر روی آن دارد. هر وقت که از گوشه چشم نگاهم به تصویرم در شیشه مغازه ها می افتاد، احساس می کردم کسی هستم که باید جدی گرفته شود. دیگر دختر بچه نبودم، بلکه یک زن جوان بودم. وقتی به اوکیا رسیدم، خاله مجبورم کرد در مقابلش عقب و جلو بروم و تا توانست با محبت تعریف کرد.
حتی کدو حلوایی نیز نتوانست در برابر یک دور چرخیدن با تحسین به دور من مقاومت کند. گرچه هاتسوماما اگر می فهمید خشمگین می شد. و فکر می کنید واکنش مادر چه بود؟ روی پنجه پا بلند شد تا بهتر تماشا کند که چندان فایده نکرد چون قد من بلندتر از او بود. و سپس به شکایت گفت که شاید بهتر بود جای آرایشگر مامه ها نزد آرایشگر هاتسومومو می رفتم. هر گیشای تازه کاری ممکن است در ابتدا به آرایش گیسویش مغرور باشد. اما 3-4 روز نگذشته از آن متنفر می شود. می دانید؟ چون اگر دختری مثل من دیشب خسته از آرایشگاه بازگشته باشد و برای استراحت سر روی بالش گذاشته باشد، ممکن است مدل موهایش به هم بخورد و به محض چشم باز کردن از خواب بایستی یک بار دیگر نزد آرایشگر برود. به این خاطر گیشاهای کارآموز وقتی برای اولین بار موی خود را آرایش می دهند، باید برای خوابیدن نیز یک راه تازه پیدا کنند. دیگر نمی توانند سر بر یک بالش معمولی بگذارند، بلکه باید از تاکا ماکوا یعنی متکا استفاده کنند که قبلا از آن گفتم. این متکا به آن صورت نیست که گودی گردن را بگیرد. اغلب داخل آن یک کیسه سبوس برنج می گذارند. اما تفاوتی چندان با این ندارد که سرتان را روی سنگ گذاشته باشید. روی دوشک دراز می کشید و مویتان میان زمین و آسمان قرار می گیرد. فکر می کنید همه چیز بر وفق مراد است تا آنکه خوابتان می برد. اما وقتی بیدار می شوید می بینید جا به جا شده اید و سرتان روی دوشک افتاده است و مویتان چنان صاف شده که انگار نه انگار زحمت استفاده از متکا را به خود داده اید. خاله به من کمک کرد تا با گذاشتن یک سینی آرد برنج روی زیلوی زیر سرم به این مشکل بر نخورم. هر وقت که در خواب سرم از روی متکا می افتاد، مویم آردی می شد و آرد به پارافین می چسبید و آراستگیش را از دست می داد. کتو حلوایی را دیده بودم که گرفتار آن شده، اینک نوبت من بود. تا مدتی هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم، می دیدم که مویم خراب شده و مجبور بودم برای نوبت شکنجه در صف آرایشگاه بایستم. در طول یک هفته‌ای که به مراسم معرفیم باقی مانده بود، خاله هر روز بعد از ظهر لباس تمام رسمی گیشای کارآموز را تنم می کرد و می گفت راه روی خاکی اوکیا را بالا و پایین کنم تا قدرتم بالا برود. در ابتدا به سختی می توانستم قدم از قدم بردارم. می ترسیدم که از پشت بیفتم. می دانید لباس رسمی دخترهای جوان پرزرق و برق‌تر از لباس خانمهای مسن است. یعنی رنگ ها روشن‌تر و جلوه پارچه ها چشمگیرتر و همینطور اوبی آن بلندتر است. خانم های مسن اوبی را در پشت به شکلی می‌بندند که آن را گره تبلی می‌گویی. چون شکل یک جعبه کوچک جمع و جور است. این گره به پارچه زیادی نیاز ندارد. اما دخترهای 20 ساله یا در این حدود اوبیشان نمایشی است. برای گیشاهای کارآموز بستن اوبی نمایشی ترین قسمت لباس است. اوبی آویزان که گره آن از بالا با پوشاندن سر شانه شروع می شود و دنبالش به زمین می رسد. روشن بودن رنگ کیمونو مهم نیست. این رنگ اوبی است که باید همیشه از آن روشن تر باشد. وقتی در خیابان گیشای کارآموزی جلویتان راه می رود، بیش از توجه به کیمونو به اوبی آویزان با رنگهای درخشانش توجه می کنید. از کیمونو فقط حاشیه‌ای در شانه ها و پهلو می‌بینید. برای به این صورت درآوردن اوبی پارچه‌اش باید به اندازه طول یک اتاق باشد. اما بلندی اوبی نیست که تن کردن کیمونو را مشکل می‌سازد. وزن آن است. چون جنس آن تقریبا همیشه از ابریشم زربفت است. حمل آن تا بالای پله ها هم خسته کننده است. بنابراین می‌توانید تصور کنید بستن آن چه احساسی دارد. فشار نوار زخیم بسته‌بندی شده آن به دور کمرتان مثل حلقه مارهای ترسناک است و وقتی پارچه سنگینش بر پشتتان آویزان می شود، احساس می کنید کسی چمدانی را به پشتتان بسته است. سنگین بودن خود کیمونو با آستین‌های بلند کلاش هم به سخت شدن اوضاع کمک می کند
منظورم آستین هایی نیست که لبشان از بلندی به زمین میرسد. شاید تا به حال زنهایی را دیده باشید که کیمونو بر تن دارند. دستهایشان را که از دو طرف باز نگه می‌دارند، از زیر آستینشان پارچه‌ای مثل جیب آویزان است. این جیب کیسه مانند که ما آن را فوری می‌گوییم، بلندترین قسمت کیمونوی یک گیشای کارآموز است. اگر دختری که آن را تنگ کرده است مواظب نباشد، این آستین روی زمین کشیده می‌شود و هنگام رقص اگر آن را با زدن چند تا در بالای بازویش جمع نکند، جای حرف ندارد که پایش به آن گیر می کند و زمین می خورد. سالها بعد یکی از دانشوران صاحب نام دانشگاه کیوتو شبی در حال مستی چیزی درباره لباس گیشاهای کارآموز گفت که هرگز از خاطرم نمی رود. گفت میمونهای آفریقای مرکزی همیشه نمایشی ترین گونه پستانداران شمرده می شوند. اما به اعتقاد من در میان پستانداران پرزرق و برق‌ترینشان گیشاهای کارآموز گیان هستند. سرانجام روزی که من و مامه‌ها به مراسم پیوند خواهرخواندگی رفتیم فرا رسید. صبح زود به حمام رفتم و بقیه روز را به پوشیدن لباس گذراندم. خاله در مراحل آخر آرایش صورت و آراستن سر کمکم کرد. به خاطر خمیر سفید زیربنا و آرایشی که با آن پوستم را پوشانده بودم، عجیب احساس می کردم که در صورتم هیچ احساسی ندارم. به گونه‌ام که دست می زدم، تنها فشار نامفهوم انگشتانم را احساس می کردم. آنقدر این کار را تکرار کردم که خاله مجبور شد آرایشم را تجدید کند. بعد وقتی به صورتم در آینه نگاه می کردم، اتفاق به خصوصی افتاد. می دانستم کسی که جلوی آینه میز آرایش نشسته من هستم. اما همچنین دختر ناآشنایی بود که نگاهم را بر می گرداند و واقعا دست دراز کردم که او را لمس کنم. آرایش باشکوه گیشاها را بر صورت داشت. لبش روی صورتی کاملا سفید با گونه های صورتی چون یک گل قرمز بود. گیسویش با پیرایه های گل های ابریشمی و شاخه های برنج آراسته شده بود. کیمونوی رسمی سیاه با جقه اوکیای نیتا را بر تن داشت. وقتی سرانجام توانستم از جا بلند شوم، به سرسرا رفتم و با حیرت در آینه قدی به خودم نگاه کردم. از پایین لباس اژدهای گلدوزی شده تا نزدیک کمرم چرخ می‌خورد. یالهایش با نخ قرمز دوخته شده بود. دندانها و پنجه هایش نقره‌ای بودند و چشمهایش طلایی، طلای واقعی. نمی توانستم جلوی جمع شدن اشک در چشمهایم را بگیرم و برای اینکه به روی گونه‌ام غلط نخورند مجبور بودم نگاه به سقف بیاندازم. پیش از ترک اوکیا دستمالی را که رئیس به من داده بود برداشتم و به خاطر یمن خوش در اوبیم جای دادم. خاله تا خانه مامه ها همراهیم کرد. در آنجا از مامه ها سپاسگزاری کردم و به او قول دادم احترامش را نگه دارم و آبرویش را حفظ کنم. و سپس سه نفری به معبد گیون رفتیم. در آنجا من و مامه ها دست هم را گرفتیم و به خدایان اعلام کردیم که داریم خواهر می شویم. دعا کردم که نظر مساعدشان را در سالهای آینده بدرقه راهم کنند. و سپس چشمانم را روی هم گذاشتم و از اینکه دعای 3.5 سال قبلم را مستجاب کرده و آرزوی گیشا شدنم را برآورده کرده بود سپاسگزاری کردم. قرار بود مراسم در چایخانه ایشیریکی انجام شود که بدون حرف سرشناس‌ترین چایخانه ژاپن بود. تاریخ این چایخانه مفصل است. بخشی به خاطر سامورایی معروفی که در اوایل سالهای 1700 در آنجا پنهان شد. اگر تا به حال داستان این 47 رانین را شنیده باشید که انتقام مرگ اربابشان را گرفتند و بعد دست جمعی با هاراکیری خودکشی کردند، خب رهبرشان در چایخانه ایشیریکی پنهان شده بود و در آنجا بود که طرح انتقام را کشید. بیشتر چایخانه های درجه یک گیون گذشته از یک ورودی ساده از خیابان قابل رویت نیستند. اما این چایخانه مثل سیبی بر روی درخت به چشم می‌خورد.
در گوشه مشخصی از خیابان شیجو قرار داشت و دور تا دور در احاطه دیوار زرد کمرنگ و شیروانی سفالین خودش بود. به چشم من یک قصر می آمد. در آنجا به دو خواهر کوچکتر دیگر مامه ها و همینطور مادر ملحق شدی. وقتی همه در باغ بیرون جمع شدیم، خادمه ای ما را از سرسرای ورودی و راهروی زیبا و پیچاپیچ به اتاقی در پشت بنا هدایت کرد. تا کنون هرگز به مکانی این چنین آراسته و مجلل قدم نگذاشته بودم. هرچه چوب در آن به کار رفته بود از برق می درخشید. دیوارها از صافی نقص نداشتند. رایحه شیرین عطر کورویاکی را که بوی خاک می‌داد استشمام کردم. این عطر از آسیا کردن زغال چوب گرفته می‌شود. اینک استفاده از آن منسوخ شده بود و حتی مامه‌ها که یکی از سنتی‌ترین گیشاها بود، چیز غربی‌تر را ترجیح می‌داد. اما رایحه استفاده نسل در نسل گیشاها از این عطر همچنان در فضای این چایخانه اختیار خود را داشت. من هنوز هم اندکی از آن را دارم. در یک بطری کوچک چوبی آن را نگه داشتم و هر وقت بو می کنم یک بار دیگر خودم را در آنجا می بینم. کل مراسم که در حضور مدیره چایخانه انجام شد تنها 10 دقیقه طول کشید. مستخدمه یک سینی با چند فنجان ساکی آورد. من و مامه ها با هم ساکی نوشیدیم. من 3 جرعه از یک فنجان نوشیدم و فنجان را به او دادم و او هم 3 جرعه از آن نوشید. این کار را با 3 فنجان مختلف تکرار کردیم و مراسم به پایان رسید. از آن به بعد دیگر کسی مرا با نام شیو نمی شناخت. گیشای نوآموز سایوری بودم. در 1 ماه اول دوران کارآموزی گیشای نوآموز خوانده می شدم و بدون حضور خواهر بزرگتر خود اجازه رقص یا پذیرایی ندارم. در حقیقت گذشته از نگاه کردن و آموختن کاری نمیتوانم انجام دهم. برای انتخاب نام سایوری برای من مامه ها ماها با غیب گویش در تبادل نظر بود. میدانید تنها نکته مهم این نیست که چه صدایی از یک نام به گوش میرسد. معانی حروف نیز به همان اندازه مهم است. و همینطور تعداد خطهای قلمی که برای نوشتن نام از آن استفاده میشود. چون قلم‌های خوششانس و بدشانس شمرده می‌شوند. نام جدید من مشتمل بر 3 کلمه بود. سا به معنای با هم، یو از علامات دایره البروج هن برای متعادل کردن سایر عناصر در شخصیتم و ری به معنای درک. ترکیب‌هایی که مشتقی از نام مامه‌ها را در خود داشتند متأسفانه توسط غیبگو نامبارک اعلام شده بود. فکر کردم سایوری نام دلربایی است، اما برایم عجیب بود که دیگر شیو شناخته نمی شدم. بعد از اجرای مراسم برای صرف نهار مخصوصی به نام برنج سرخ به اتاق دیگری رفتیم. این برنج با لوبیا قرمز مخلوط می شود. با آن فقط بازی کردم. به جای احساس شادمانی شرکت در جشن به نحو عجیبی احساس بیقراری می کردم. مدیره چایخانه از من سوالی کرد و وقتی سایوری خطابم کرد، آنگاه فهمیدم که از چه آزرده می شدم. گویی که دختر کوچولویی به نام شیو که پا به رهنه از برکه به خانه شنگولیش می دوید، دیگر وجود ندارد. احساس می کردم که این دختر جدید سایوری با صورت سفید درخشان و لبهای قرمز او را از بین برده است. مامه ها برنامه داشت که عصر را با گرداندن من در گیان و معرفی به مدیره های مختلف چایخانه ها و اوکیاهایی که با آنها در ارتباط بود بگذراند. اما بعد از نهار بلافاصله راه نیفتادی. مرا به اتاقی در ایشیریکی برد و گفت بنشینم. البته گیشاها با کیمونو هرگز نمی نشینند. چیزی که ما آن را نشستن می خوانیم دیگران احتمالاً دوزانو نشستن می گویند. به هر حال وقتی نشستم زیوری کوچک به شکل کدو به من داد و گفت چگونه آن را بر اوبیم بیاویزم. می دانید می گویند چون کدو تو خالی و روشن است سنگینی بدن را متعادل می کند و بسیاری از گیشاهای کارآموز تازه کار برای زمین نیفتادن به همراه داشتن آن را بر خود واجب می دانند.
مامه ها مدتی با من حرف زد و وقتی خواستیم آماده رفتن شویم گفت برایش یک فنجان چای بریزم. قوری خالی بود اما گفت تظاهر کنم که پر است. میخواست ببیند در این حال چگونه خودم را از دست مزاحمت آستینم خلاص میکنم. فکر کردم که دقیقا میدانم به دنبال چیست و کوشیدم تا به بهترین صورت از عهده آن برایم. اما او راضی نبود. گفت اول از همه بگو ببینم برای چه کسی داری چای میریزی؟ گفتم برای شما. خب به خاطر خدا لازم نیست مرا به به گفتن بیاندازی. تظاهر کن که من کس دیگری هستم. مرد هستم یا زن؟ گفتم مرد. بسیار خوب، یک فنجان چای برایم بریز. چای را ریختم و مامه ها برای نگاه کردن به آستینی که دستم را از آن بیرون آورده بودم در عمل کم مانده بود که گردنش را بشکند. پرسید به نظر خودت چطور بود؟ چون اگر قرار است دستت را آنقدر بالا ببری دقیقا همین اتفاق می افتد. سعی کردم کمی دستم را پایین بیاورم و بعد چای بریزم. این بار تظاهر کرد که دارد خمیازه می کشد. سر برگرداند و با گیشایی تخیلی در طرف دیگر شروع به حرف زدن کرد. گفتم فکر میکنم میخواهید بگویید حوصله‌تان سر رفته است. اما مگر میشود با ریختن یک فنجان چای حوصله کسی سر برود؟ گفت شاید نخواهی که من به آستینت نگاه کنم، اما این دلیل نمیشود که خشک باشی. مردها فقط به یک چیز علاقه مندند. این را باور کن. به زودی خودت میفهمی که چه گفتم. میتوانی در حال ریختن چای با این فکر که به او اجازه میدهی به بخشی از بدنت نگاه کند که کسی دیگر اجازه دیدن آن را ندارد او را خوشحال نگه داری. اگر گیشای کارآموز حرکتی را انجام دهد که تو هم اکنون کردی، مثل مستخدمه ها چای ریختی، مرد بینوا قطع امید میکند. یک بار دیگر چای بریز، اما اول ساعدت را نشان بده. بنابراین آستینم را تا آرنج بالا بردم و دستم را جلو آوردم که ببیند. دستم را در دست گرفت و تماشا کرد. دست قشنگی داری. پوستت هم خوب است. باید مطمئن باشی هر مردی که کنارت می نشیند دست کم یک بار آن را ببیند. یک بار دیگر مشغول شدم. آنقدر به دفعات چای ریختم تا مامه ها راضی شد که به اندازه کافی آستینم را عقب بردم که بدون نمایش دستم را نشان بدهم. اگر آستینم را تا آرنج بالا می کشیدم به نظر خنده دار می رسید. کلک آن در این بود چنان کنم که گویی فقط آن را از دستم عقب می زنم، در حالی که اندکی بالاتر از مچ گشادیش را بیشتر می کردم تا دیدی از ساعدم را به نمایش بگذارم. مامه ها گفت زیباترین قسمت دست پشت آن است. بنابراین همیشه باید مواظب باشم قوری را طوری بگیرم که مرد به جای دیدن پایین دست بالای آن را ببیند. گفت باز همان را تکرار کنم. این بار با تظاهر به این که برای مدیره ایشیریکی چای می ریزم. همون گونه که گفته بود بالای ساعدم را نشان دادم و او شکلک در آورد و مسخره ام کرد. گفت تو را به خدا من زن هستم. چرا دستت را به من اینطور نشان می دهی؟ نکند می خواهی خشمگینم کنی؟ خشمگین؟ آدم چه فکر دیگری می تواند بکند؟ داری نشان می دهی که چقدر زیبا و جوانی، در حالی که من پیر و از کار افتاده شدم. مگر اینکه منظورت نشان دادن جلف بودن است. جلف بودنش در چه بود؟ می خواستی پشت ساعدت را ببینم؟ می توانستی کف پا یا هر جای دیگری را هم نشان بدهی. اگر بر حسب اتفاق نگاهم به جایی بیفتد خب ایرادی ندارد، اما اگر منظورت نشان دادن است. بنابراین چند بار دیگر چای ریختم تا توانستم به شیوهی متین و درست این کار را بیاموزم. بعد مامه ها گفت اکنون آماده ایم که راه بیفتیم و گیون را دور بزنیم. تا این هنگام چند ساعت بود که مجموعه کامل لباس گیشاهای کارآموز را بر تن داشتم. اکنون بایستی سعی می کردم مسافت دور گیون را با کفشی راه بروم که آن را اوکوبو می نامیم. کفش های درازی که از چوب درست می شوند.
با بند چرمی که پا را محکم در آن نگه می‌دارد. بیشتر مردم فکر می‌کنند چیکی آن به خاطر باریک شدن مثلث گونه پشتش است. چون جای پا در پاشنه، نصف جای پا در نوک آن است. اما ظریف قدم برداشتن با آن برایم مشکل بود. احساس می‌کردم انگار تکه‌ای سفال شیروانی به پایم بستم. آن روز من و مامه ها نزدیک به 20 توقف در اوکیاها و چایخانه های گوناگون داشتیم. گویین که در بیشتر آنها بیش از چند دقیقه نماندیم. معمولا مستخدم در را باز می کرد، مامه ها با ادب تقاضای صحبت کردن با مدیره آن را می کرد. وقتی مدیره می آمد، مامه ها می گفت می خواهم خواهر کوچکتر تازم سایوری را معرفی کنم. آن وقت من تعظیم کوتاهی می کردم و می گفتم خواهش می کنم عنایتتان را از من دریغ نکنید خانم مدیره. مدیره و مامه ها چند لحظه صحبت می کردند، بعد آنجا را ترک می کردیم. چند جا دعوت شدیم که به داخل برویم و چای بنوشیم که شاید 5 دقیقه ماندیم. اما من از نوشیدن چای اکراه داشتم و فقط لبم را با آن تر می کردم. با به تن داشتن کیمونو، استفاده از دستشویی یکی از دشوارترین چیزهایی است که باید آن را آموخت و در حال حاضر اصلا اطمینان نداشتم که بتوانم آن را بیاموزم. به هر حال بعد از 1 ساعت چنان خسته شده بودم که تنها کاری که میتوانستم بکنم این بود که هنگام راه رفتن جلوی نالیدنم را بگیرم. اما سرعت قدمم را حفظ کردم. گمان می کنم در آن روزها 30 یا 40 چایخانه درجه 1 و چیزی حدود 100 چایخانه در درجات پایین تر در گیون وجود داشت. البته نمی توانستیم به تک تک آنها سر بزنیم. به 15 یا 16 چایخانه ای رفتیم که مامه ها برای پذیرایی به آنجا می رفت. و اما اوکیاها بایستی تعدادشان به چند صد تا می رسید. ما سراغ چند تایی رفتیم که مامه ها به نوعی با آنها در ارتباط بود. ساعت 3 کارمان تمام شد. به جز برگشت به اوکیا و یک استراحت طولانی هیچ چیز نمی‌خواستم. اما مامه ها برای شب هم برنامه ریخته بود. قرار بود به عنوان گیشای نوآموز در اولین مجلس پذیرایی شرکت کنم. گفت برو حمام کن، خیلی عرق کرده ای. برای آرایش هم وقت لازم داری. می‌دانید روز پاییزی گرمی بود و من هم تمام مدت سخت در فعالیت بودم. به اوکیا که بازگشتم، خاله در درآوردن لباس کمکم کرد و بعد دلش سوخت و اجازه داد که نیم ساعت چرت بزنم. یک بار دیگر نظر محبتش به من جلب شده بود. اشتباهات احمقانم در پشت قرار داشت و آیندم حتی از آینده کدو حلوایی به نظر درخشان‌تر می‌رسید. رس نیم ساعت بیدارم کرد و با شتاب به طرف حمام خانه دویدم. ساعت 5 لباس پوشیده و آرایش کرده آماده بودم. می توانید تصور کنید که چه هیجانی داشتم. سالها بود که تماشاگر هاتسومومو و اخیراً کدو حلوایی بودم که عصرها و شبها خود را زیبا می کردند و از در بیرون می رفتند. و اینک سرانجام نوبت خودم نیز فرا رسیده بود. مهمانی آن شب، اولین مهمانی که در آن شرکت می کردم، ضیافتی در هتل بین المللی کانسایی بود. این ضیافت ها برنامه های خشک و رسمی هست. مهمان ها را شانه به شانه به شکل نعل دور یک سالن بزرگ می نشانند و سینی غذا را روی پایه های کوتاه مقابلشان قرار می دهند. گیشاهایی که برای مجلس آرایی می آیند وسط سالن را دور می زنند. منظورم وسط نعلی است که سینی ها را به دورش چیدند و جلوی هر مهمان چند دقیقه زانو می زنند و ساکی می ریزند و مختصری گفتگو می کنند. چیزی نیست که بشود آن را برنامه هیجان انگیز خواند و به عنوان یک نوآموز هیجان بازی نقش من حتی از مامه ها هم کمتر بود. مثل سایه از کنارش تکان نمی خوردم. خودش را معرفی می کرد. من هم همان کار را انجام می دادم. تعظیم کوتاهی می کردم و می گفتم نام من سایوری است. نوآموز هستم و درخواست عنایتتان را دارم. بعد از آن دیگر کلامی بر زبان نمی آوردم و کسی هم چیزی به من نمی گفت.
نزدیکی‌های پایان ضیافت درهای کشوی یک طرف سالن گشوده شد و مامه‌ها و گیشای دیگر با هم رقصی به نام چیو نوتومو یعنی دوستان جاودانی اجرا کردند. داستان زیبای دو زن که پس از مدت‌ها دوری به دیدار هم می‌آیند. هنگام اجرای برنامه بیشتر مردها مشغول خلال کردن دندانشان بودند. مدیران رده بالای کارخانه‌های بزرگی که سوپاپ پلاستیکی یا چیزهای از این قبیل می‌ساختند و در ضیافت سالانه کیوتو دور هم جمع شده بودند. فکر نمی‌کنم هیچ کدام آنها تفاوت بین رقص و راه رفتن در خواب را می‌دانست. اما از خودم بگویم محو تماشا شده بودم. گیشاهای گیون برای رقص از باد بزن به عنوان وسیله استفاده می کنند و مامه ها به خصوص در استفاده از آن در حرکات خود مهارت بسزایی داشت. اول باد بزن را بس و بعد در حال چرخیدن به نمایش فوران سیلاب با حرکات دستش امواجی ظریف ساخت. بعد باد بزن را باز کرد و آن را به شکل فنجان در دست گرفت تا دوستش در آن ساکی بریزد و بنوشد. همانطور که گفتم رقص زیبایی بود. همینطور آهنگ آن که توسط گیشایی به نحو ترسناکی لاغر با چشمانی ریز و گریان با شامیسه نواخته می شد. برنامه ضیافت‌های رسمی معمولاً بیش از 2 ساعت به طول نمی کشید. بنابراین ساعت 8 دوباره در خیابان بودی. رو به مامه ها کردم و خواستم شب خوش بگویم که گفت خب، خیال داشتم تو را بفرستم که بروی بخوابی، اما به نظر می رسد که هنوز سرحالی. می خواهم به چایخانه کوموریا بروم. با من بیا و اولین مهمانی غیر رسمیت را امتحان کن. می توانیم دوباره دور سریعی بزنیم و تو را نشان بدهیم. نتوانستم به او بگویم بیش از آن خسته هستم که بروم. لذا احساس واقعیم را پنهان کردم و به دنبالش در خیابان به راه افتادم. مهمانی اینطور که مامه ها در طول راه توضیح داد توسط مردی برگزار می شد که تئاتر ناسیونال توکیو را اداره می کرد. این مرد کما بیش تمام گیشاهای مهم تمامی نواحی گیشانشین ژاپن را می شناخت. وقتی مامه ها مرا معرفی کرد رفتارش دوستانه بود. اما توقع نداشتم که به من چیزی بگوید. وظیفه‌ام تنها این بود که تمام مدت حواسم جمع باشد که زیبا و هوشیار باشم. مامه ها هشدار داد. فقط مواظب باش کاری نکنی که جلوه خوبی نداشته باشد. وارد چایخانه شدیم و توسط مستخدمه‌ای به اتاقی در طبقه دوم راهنمایی شدیم. وقتی مامه ها دو زانو نشست و در کشویی را باز کرد، به سختی جرأت می کردم که به داخل آن اتاق نگاه بیندازم. اما توانستم 7 یا 8 مرد را ببینم که به اتفاق 5 گیشا دور میزی روی دوشکچه نشسته بودند. تعظیم کردیم و داخل شدیم و دو زانو روی زیلوی حصیری نشستیم که در را ببندیم. این راه وارد شدن گیشاها به اتاق است. همانطور که مامه ها گفته بود ابتدا به گیشاهای دیگر سلام کردیم. سپس به میزبان که در گوشه میز نشسته بود و بعد به سایر مهمانها. یکی از گیشاها گفت مامه هاستان درست به موقع آمدید که داستان کنداستان کلاه گیستاز را برای من تعریف کنید. مامه ها گفت خدای من به کلی یادم رفته است. همه خندیدند. من کوچکترین اطلاعی نداشتم که این شوخی درباره چیست. مامه ها مرا با خود به دور میز گرداند و کنار میزبان زانو زد و من نیز همین کار را کردم و در طرف دیگر او جای گرفتم. مامه ها به او گفت آقای مدیر لطفاً اجازه بدهید خواهر کوچکتر تازه‌ام را به شما معرفی کنم. نوبت من بود که تعظیم کنم و نامم را بگویم و تقاضای لطف مدیر و از این قبیل چیزها کنم. او مردی بود عصبی با چشمانی برآمده و هیکلی مثل استخوان مرغ شکننده. به من حتی نگاه نینداخت. فقط سیگارش را در زیر سیگاری پر تکان داد و گفت این ماجرای کنداستان کلاهگیستاز چیست؟ از اول شب تا حالا دخترها تمام مدت به آن اشاره می کنند.
اما حتی یک نفر هم حاضر نیست آن را بگوید. مامه ها گفت: راستش را بخواهید من هم نمی دانم. گیشای دیگری گفت: یعنی اینکه خجالت می کشد تعریف کنم. اگر او نگوید گمانم خودم مجبورم بگویم. به نظر رسید که مردها این فکر را پسندیدند، اما مامه ها چیزی نگفت و فقط آه کشید. آقای مدیر گفت: من هم یک فنجان ساکی به مامه ها می دهم که آرام شود. و فنجان ساکی خود را پیش از تعارف به او در ظرف آب وسط میز آب کشید. این ظرف به همین خاطر آنجا بود. گیشای دیگر داستان را شروع کرد. خب، این یارو کنداستان بهترین سازنده کلاهگیس در گیون است. یا اینکه مردم این را می گویند. مامه هاستان سال هاست که مشتری اوست. می دانید مامه هاستان همیشه از بهترین ها استفاده می کند. نگاهش که کنید خودتان می فهمید. مامه ها شکلکی در آورد که یعنی عصبانی شده است. یکی از مردها گفت: در ادا در آوردن هم بهترین است. گیشا ادامه داد: در برنامه های رقص کلاهگیس‌ساز باید همیشه شخصاً برای کمک در عوض کردن لباس پشت صحنه باشد. خیلی وقتها وقتی گیشایی لباسش رو در می آورد ممکن است کمی از بدنش به نمایش بیفتد. می دانید از این اتفاقها می افتد. به هر حال. یکی از مردها گفت: بعد از این همه سال کار در بانک بعدم نمی آید مدتی کلاهگیس‌ساز شوم. هنوز به جایی نرسیده ایم. به هر حال. مامه هاستان سنگین و رنگین است و لباسش را پشت پاراوان عوض می کند. مامه ها میان حرف او پرید. بگذار خودم تعریف کنم، تو داری من را بدنام می کنی. مسئله سنگین و رنگینی نیست. کندستان چنان به من خیره می شد که انگار تحمل پوشیدن لباس بعدی را ندارد. من هم گفتم یک پاراوان آوردند. خیلی عجیب است که کندستان با نگاهش آن را سوراخ نکرد که از آن ببینم. آقای مدیر میان حرف او پرید. چرا به او اجازه نمی دادی گاهی نگاهی بیاندازد؟ خوبی ضرر دارد؟ مامه ها گفت: فکر این را نکرده بودم. حق با شماست آقای مدیر. یک نگاه کوچولو چه ضرری دارد؟ نکند خیال دارید خودتان الان سهمی از آن به ما بدهید؟ از این حرف همه قاه قاه خندیدند. سر و صدا که آرام گرفت، مدیر از جا بلند شد و با باز کردن شالش یک بار دیگر سر و صدا را به هوا برد. به مامه ها گفت: در صورت این کار را می کنم که تو هم در عوض گوشه ای را به من نشان بدهی. مامه ها گفت: من چون این پیشنهادی نکردم. مدیر گفت: معلوم می شود که یک ذره هم دست و دلباز نیستی. مامه ها گفت: دست و دلباز ها گیشا نمی شود. حامی گیشا ها می شود. مدیر گفت: حالا مهم نیست، ادامه بده. و سر جایش نشست. باید بگویم من خوشحال شدم که او کوتاه آمد، چون گرچه به نظر می رسید که سبب خوشحالی دیگران شده، اما من از آن خجالت کشیدم. مامه ها گفت: کجا بودم؟ خب، یک روز گفتم برایم یک پاراوان بیاورند و فکر کردم حالا از دست کندستان راحت خواهم بود. اما یک بار که با عجله از دستشویی برمی گشتم، همه جا را گشتم و او را ندیدم. نگران شدم، چون برای برنامه بعد کلاهگیس لازم داشتم. اما چیزی نگذشته او را پیدا کردیم. روی قفسه کنار دیوار نشسته بود. رنگش پریده و صورتش خیس عرق بود. فکر کردم شاید اتفاقی برای قلبش افتاده. کلاهگیس مرا در دست داشت. مرا که دید پوزش خواست و در گذاشتن آن به سرم کمکم کرد. آخر آن شب یادداشتی به دستم داد. صدای مامه ها در اینجا کوتاه شد. سرانجام یکی از مردها گفت: خب چه نوشته بود؟ مامه ها دست به روی چشمش گذاشت. بیش از آن خجالت می کشید که ادامه بدهد و حاضرین در اتاق خندیدند. گیشایی که تعریف داستان را شروع کرده بود گفت: بسیار خوب، من به شما می گویم که چه نوشته بود. چیزی شبیه این. مامه های عزیزم، شما دلرباترین گیشای گیان هستید و بروید جلو. هر بار که کلاهگیسی بر سر می‌گذارید، آن کلاهگیس برایم عزیز می‌شود. آن را در کارگاه هم نگه می‌دارم که صورتم را بر آن بگذارم و
روزی چند بار شما را بو کنم. اما امروز وقتی به دستشویی رفتید، بهترین لحظه زندگیم را به من دادید. وقتی که شما در دستشویی بودید، من پشت در پنهان شده بودم و گوش می دادم. مردها چنان از خنده ریسه رفتند که گیشا مجبور شد مکث کند. مامه ها گفت، این نبود، نوشته بود زیباترین صدای عالم، زیباتر از صدای هر آبشاری. قوه تخیلم به کار افتاد و سبب شد. گیشای دیگر گفت، بعد گفته است که از شدت هیجان نمیتوانست دست بایستد و امیدوار بوده که روزی بتواند یک بار دیگر به این سعادت دست یابد. البته که همه خندیدند. من نیز تظاهر به خندیدن کردم. اما واقعیت این است، مشکل میتوانستم باور کنم این مردها که برای بودن در اینجا میان زنهایی با لباسهای زیبا و گران قیمت مبلغ چنین سرسام آور پرداخته بودند، واقعاً بخواهند همون داستانهایی را بشنوند که ممکن است بچه های یورویدو در برکه تعریف کنند. من تصور می کردم که حرفهای این مجالس چیزی خارج از حد فهم و شعورم است، چیزی در حد ادبیات یا کابوکی یا از این قبیل، و البته از این مهمانی ها نیز در گیان برگزار می شد. این اتفاقی بود که اولین مهمانیم این گونه بچگانه از آب در آمد. هنگام تعریف داستان مامه ها، مردی که کنارم نشسته بود به مالیدن صورت پر از لک و پیستش مشغول بود و حواسی چندان به جایی نشان نمی داد. اینک مدتی طولانی به من خیره نگاه کرد و بعد پرسید، چرا چشمت اینجوریست؟ مگر اینکه من زیادی مستم؟ حتما زیادی مست بود، گرچه فکر نمی کردم گفتن آن به او صحیح باشد. اما پیش از آن که در صدد پاسخ برایم، ابرویش به تیک زدن افتاد. بعد دست بالا برد و چنان محکم به خاراندن سرش پرداخت که ابری از برف بر شانه‌اش بارید. این مرد از قرار به خاطر ریزش شدید شوره سر در گیون به آقای برف پاش معروف بود. ظاهراً فراموش کرده بود که سؤالی از من کرده است، یا شاید در انتظار پاسخ من نبود، چون پرسید که چند سال دارم. گفتم 14 سال. گفت، تا به حال 14 سالهی به این بزرگی ندیده بودم، این را بگیر. فنجان خالی ساکیش را به دستم داد. گفتم، آه نه متشکرم آقا، من ناموزم. این را مامه ها یاد داده بود، اما آقای برف پاش به آن گوش نکرد. آنقدر فنجان را نگه داشت تا از او گرفتم و بعد بطری ساکی را برداشت تا فنجان را برایم پر کند. قرار نبود که من ساکی بنوشم، چون گیشای کارآموز، به خصوص اینکه هنوز در دوران نوآموزی به سر می‌برد، باید کودک به حساب آید. اما دیگر نمی‌توانستم بیش از این نافرمانی کنم. فنجان ساکی را جلو بردم، اما او پیش از ریختن ساکی یک بار دیگر سرش را محکم خاراند و وقتی چند شوره در فنجان دیدم ترسیدم. آقای برف پاش فنجان را با ساکی پر کرد و گفت، حالا بنوش، اولین فنجان از فنجانهای بیشماری را بنوش که باید بنوشی. به او لبخند زدم و خواستم فنجان را آهسته به لب ببرم. نمی‌دانستم چه می‌توانم بکنم که خدا رو شکر مامه ها به نجاتم آمد. گفت، سایوری، امروز اولین روز تو در گیون است، نباید مشروب بنوشی. و بعد به خاطر آقای برف پاش گفت، فقط لبت رو ترک کن و فنجان رو زمین بگذار. از او اطاعت کردم و فقط لبم رو با ساکی ترک کردم. و وقتی میگویم لبم را ترک کردم، منظورم این است که چنان لبهایم را به هم فشردم که کم مانده بود عضلات دهانم از جا در برود. آن وقت فنجان را بالا بردم تا هنگامی که احساس کردم مایه به لبم خورده است. بعد بلافاصله آن را روی میز گذاشتم و گفتم، به به، چه خوشمزه بود. و دست به جستجوی دستمال به زیر ابیم بردم. لبم را که پاک کردم خیالم آسوده شد و خوشحالم بگویم آقای برف پاش حتی متوجه نیز نشد. داشت فنجان پر مقابلش در روی میز را نگاه میکرد. بعد از لحظه‌ای با دو انگوش آن را برداشت و در گلو ریخت و بعد ایستاد و گفت،
می خواهد به دستشویی برود. از گیشای کارآموز این انتظار می رود که مردها را تا دستشویی و در بازگشت از آنجا همراهی کند. اما از نوآموز هیچ کس چنین توقعی ندارد. اگر گیشای کارآموز حضور نداشته باشد، مرد خودش به دستشویی می رود. گاهی یکی از گیشاها او را همراهی می کند. اما آقای برف پاش ایستاد و آنقدر خیره به من نگاه کرد که متوجه شدم انتظار دارد که بلند شوم. نمی دانستم در چایخانه کوموریا راه دستشویی از کدام طرف است. اما حتما آقای برف پاش خودش می دانست. به دنبال او در راه رو و بعد در کنجی دیگر به راه افتادم. در دستشویی را که برایش باز می کردم کنار ایستاد. در را که بستم و به انتظارش در سرسرا ایستادم، صدای پای کسی را شنیدم که از پله پایین بالا می آمد. به آن اعتنایی نکردم. آقای برف پاش کارش را زود انجام داد و برگشتی. به اتاق که داخل شدم دیدم گیشای دیگری همراه یک کارآموز به جمع مهمانها پیوسته است. هر دو پشت به در داشتند. لذا تا هنگامی که با آقای برف پاش میز را دور زدم و سر جایم نشستم، صورتشان را ندیدم. می توانید تصور کنید که از دیدنشان چه تکانی خوردم. در آن سوی میز زنی نشسته بود که حاضر بودم دار و ندارم را بدهم و او را نبینم. هاتسومومو بود که به من لبخند زد. در کنارش کدو حلوایی نشسته بود.